بکنید، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. سلام، خوبی؟ ممنون. خشایار چطوره؟ خوب، خدا رو شکر. اومدم برای اون مغازه قنادیتون که با هم صحبت شد. سلام. چی شد؟ ببخشید من الان چند لحظه. درو چرا بستی؟ چی شده؟ هیچی، فقط شغالا دیگه شبا نمیخونن، شبانه روزیش کردن شغالای مهاجر. با اونا درگیر شدی؟ برای چی؟ شوهر سابقت. که چی؟ میگه باز از این شهر بری. غلط کردن. منم میرم پیش پلیس. پیش میکائیل؟ همه پلیس که میکائیل نیست. آره، ولی اون دوستته. 20 سال هر وقت دیدمش از اون ور خیابون رد شدم. خب حالا برو بگو بعد از 20 سال اومدی این ور خیابون. مهم اینه که تو خودتو درگیر نکنی. برو پیش پلیس. پلیس چیه شلوغش میکنی؟ سر ناموس شلوغ نکنم، سرش شلوغ کنم آقا جون. چهار تا پاپتی مهاجر که معلوم نیست از کدوم خراب شده اومدن، یه غلطی کردن. حالا غلط اصلی رو پاپتی اصلی کرده. آقا خان مچشو میخوابونه. تو مچه آقا خان بخوابونی؟ حتی فکرش هم کمرم رو میشکنه، چون آقا خان میکشتت، میفهمی؟ من حرفم پلیسه. همین، تو غلط میکنی، حرفت پلیسه. پارچه و آب گرم بیار، رو براش کن تا بیام. من رو براه. پدرت میگه بشین تا برم و برگردم، تو هم میگی چشم. چشم. سلام. سلام دخترم. من با شما کار داشتم. حالا الان دارن تو دلم رخ میشورن. برم بیام. چشم. تو عروس عبداللهی؟ بله. میخواستم اون مغازه قنادیتون که تعطیل شده رو ازتون اجاره کنم. که بعد رشیدو بندازی بجون من؟ چتونه شما جوونا؟ خب برو زن شغاله رو بخوابون. من نیومدم اینجا شما برای من تعیین تکلیف کنید. من اومدم بگم. نه. نه بابا، نه دختر جون، اجاره نمیدم. سر بیدرد و دستمال نمیبندم. مهتاب میگه اون مغازه پشقباله اون. میگه که میگه. نمیدونستم رشید میتونه برای مغازه عروستونم تصمیم بگیره. استغفر الله. آره استغفر الله. بلا بدور، بلا بدور از مردای این شهر که حساب کتاب همه چی از دستشون در رفته. نه تصمیمی، نه جنمی. من میخوام اون مغازه رو راه بندازم. قبولش به نام توئه، به من اجاره میدی؟ اجاره بده که با رشید در بیافتیم. بس دیگه آقا جون، در بیافتیم در بیافتیم. آسه نریم، آسه بیایم که آقا خان شاخمون نزنه. حالا آقا خان هیچی، به درک. با کفتارهای دوربرش میخوایی چیکار کنیم؟ پدر من، تا عقدنامه عروست اومده آقا خان، باز کوتا میای؟ باز خلاف کنی؟ عروست، ناموست.
خوش اومدی مامان رضا. زنده باشی آخون. بفهم. چه خبر؟ خونت گرمه، آبت سرده. والا وقتی اسم ناموس آدم سر زبون اینون باشه و بخوان براش تصمیم بگیرن نون گرم و آب سرد و ناغم بشه بهتره. که همشه حالتی کرده ناسوا و میگن آقا خان. آخان؟ آخان پی ناموس مردمه؟ صد البته نه، گفتم میگن. اولاغم عرعر میکنم، تو باید عرعرشو نشخار کنی. میگن غلام پشگرمیش به شماست، میچسبی به شما و مثل گرگ او میکنه که پسرمان باید دست زنشو بگیره و از این شهر بره، که اگه نره کبابش میکنن. کیا؟ چه میدونم والا، چهار تا مهاجر و همین غلام. غلام؟ بله دیگه، جوونن و پرشهر و شور، ممکنه دستشون به خطا بره و به قول خودشون کباب کنن. غلط کردن؟ بی جا کردن؟ مگه کشکه؟ ولی اگه شیطون بره تو جلدشون، یه نصیحتت کنم. امر. بگو قائله رو بخوابونه، از این شهر بره. ولی اون ناموسمه، مگه اینجا خونه خالق عزیزه؟ داد میزنیم هر دای پسر جون، بیا از این پسر این ممرزا بگذر، شر بپا نکن باشه؟ اگه این جوونا نصیحت گوش میکنن، اگه عباد من نصیحت گوش کرد، نکرد که دارش زدم. تو گوش کن غلام، تو گوش کن ممرزا، برو. اومدیم آقا غلام و چهار تا مهاجر دیگه، یه درصد کار دیگه، فقط یه درصد. حرفو گوش نکرد. تو چی؟ تو هم حرفو گوش نمی کنی؟ گوش میکنم. خدا پدرت بیامرزه، برو. میلاد گفت کلید مغازه رو برسونم به یاس. میلاد غلط کرده. پوشش رفت، رفت پیش پلیس. وای از دست خامی این پسر. آقا خان چی گفت؟ گفت طلاقم رو بگیرم یا بریم از این شهر. من شوهرم رو دوست دارم. پس با هم برید.
شما رو هم دوست دارم. بچه ها بی شما گناه کردم. از شوهری که دست به زن و دهن فحش بده داشت جدا شدم، زن مردی مثل میلاد شدم. این چه ظلمیه میخوان به همون بکنن؟ من به زنونگیم برخورده، شما به مردونگیت بر نخورده؟ میلاد میگه بالا بریم پایین بیایم، اینجا شهر هرت نیست، قانونه و پلیس. من به خواستگاری میکایلم نگفتم، حالا فکر میکنی میاد پای ما وای میسته؟ اصلا بگو میکایل وای نمیسته، بهت بر نمیخوره آقا جون. آقا خان نوهاتو ازت دور کنه. اگه موندی تو کباب شدید چی؟ اگه با ذلت و خاری بذاریم از شهر آبایش دادیمون بریم چی؟ همیشه حس و حالمون به خودمون چی خواهد بود؟ بابا بزرگ بریم بستنی بخریم بخوریم. دونم در نهیم فکر خراب شده. غیرت زنونگی تو سگش میارزه به مردونگی من. من میرم کلانتری ببینم میلاد چی شد. فکر کنم دیگه پدر شوهرم با خواستگاری میکائیل موافقت کنه. مبارک باشه. سلام. بالاخره کار خودت کردی؟ سلام. خوشگلش میکنم. نبین الان اینجوریه. درستش میکنم. ببین دست آقا چی افتاد رو زمین. آقا کیه؟ همچی زدم تو گوشش، لپا شیکی شد. تو گوش کی؟ رشید؟ اینو دست رشید چی کار میکرده؟ تو اونجا چی کار میکردی؟ دقیقه دلی این چند ساله رو صورتش خالی کردم. من از این کارا خوشم نمیاد. رشید هر کی که باشه عزیز عبدالله بوده، عزیز رسول بوده. رسول چی بود که عزیزش چی باشه؟ چی؟ هیچی آبجی. میگم سلو اینی که تو خشایی ها شوهر من توهین میکنی به سلو بچهش حرف میزنی؟ سلو رفتن از این شهره. سلو اینه که مؤدب باشی. صلاح اینه که بدونی من از پس خودم برمیام. تو کاری رو میکنی که من میگم. این همه حق از کجا آوردی؟ بی خبر رفتی و بعد این همه سال برگشتی که جای من تصمیم بگیری؟ رسول توی زندگی برای من باید و نباید نکرد. برادرم این درست پام وایسا. این شوهرم که مرد و مردونه وای میساد بدون این که وایساد چون همه چی گل و بلبل بود. موقع آب خطر کوسه که شد کلن وایسادن مرد نبود. چی شده که فکر میکنی میتونی پشت شوهر من حرف بزنی؟ ها؟ چون طلبکارم حرف میزنم. چه طلبی؟ دسته نداشتم. طلب کوچیکیه؟ دست
دست تو رو که کوسه برد، چه رفتی به رسول داشت؟ با تو هم چیزی هست که من نمیدونم؟ اگه میخواستم بدونی هم مقابلت میگفتم. پس گفتن الانت برای چی بود؟ هیچ، یه غلطی کردم. رشید نمیذاره آب خوش از گلود پایین بره. بیا از اینجا بریم. میگم دست تو چه ربطی به رسول داشت؟ جواب منو بده. میتونست من از آب بگیر و نگرفت. نگرفت؟ ریس نکرد بپره تو آب. چرا تا حالا بهم نگفته بودی؟ ازش به این بود که نگم. حالا هم که گفتم ازشم رفت. بارها خودمو تو موقعیت قرار دادم که اگه من بودم چیکار میکردم. خب چیکار میکردی؟ من ریس میکردم و میپریدم تو خواب واسه خاطر زندگی تو. حالا واسه خاطر زندگی تو میگم بیا از این شهر بریم. برات مون ببخشید یادم رفت بیام دنبالت. سلام. سلام آقا رامین. گفت هیچ جایی به غیر از قبر رسول نمیتونه حواس یاسو پرت کنه. باید کار داشتم. اومده بودم خونت که بهت پناه بیارم. میدونی چیه؟ تو هم دردی برام هم درمان. تو این درد تو تقصیر نداری یا رشید اگه میدونست که آقا خان وقتی رفتم گفت برگرد. گفتم یاس. گفت زنداداشم میمونه. وقتی برگشتم اسلحه کشید روم که زنداداشم باید اسمش بیاد تو شناسنامه. این اتفاق هیچ وقت نمیفته. به کی داری میگی تو؟ به من؟ من که فوت آبم تو رو. نه هیچ کس کس دیگه رو فوت آب نیست. حتی زن شوهرشو. حتی تو وقتی که توی تهران وکالتنامه رشیدو دادم دستت. اگر دردت هم پس به دردت پناه آوردیم. رشید عوض شده. خیلی هم عوض شده. نه رشید عوض نشده. بعد فوت باباش و رسول خود واقعیشو نشون میده. تو چشاش میبینم که راحت میتونه جون آدم ها رو بگیره. از جون خودم ابایی ندارم. میترسم بلای سرم بیاد میکائیل درگیر بشه. رام میدی؟ میدونم خونه برادر تو معذبی. ولی چه تو باشی چه نباشی من از این به بعد پیش برادرم معذب.
به خاطر دستی که سال هاست ندارد. چی میگی تو؟ همونی که میگم باید گوش بدی. میفهمی چی میگم؟ اصلا اینجوری نیست. چی میگه؟ سلام. چی میشه که آدم با این سرعت به لجن بودن نزدیک میشه؟ اینا دست تو چی کار میکنه؟ ها؟ صبح تو گوش مردم میزنی بعد از رو یقه میگیری؟ آخه حال چی؟ من زن رسولم، عروس عبدالله زیبا، دختر حسن آقا گلخانه. الان هیچ کدومشون نیستن ولی من هستم و بلدم که رو پای خودم وایستم گلیم خودم از آب بکشم بیرون. هیچ اهمیتیم به یه مش رسم و رسومات من در آوردی که یه سری لات و لوت تو این 60 کیلومتر گذاشتن نمیدم. من رو پای خودم وایمیسم، نون بچم و خودم در میارم، سرم هم جلوی همه بالا میگیرم. نه برادرم، نه برادر شوهرم، هیچ کس حق نداره برای من تصمیم بگیره. حالا برید، برید و حرفای منو تو پچ‌پچ‌های در گوشیتون بین هم رد و بدل کنید. از جلوی در خونه من برید. نشنیدی گفتم برو؟ من اومده بودم دنبال زنم زنده باش. بیا ببرش. میگم ببرش. ولی اگه یه تار موچه ازش کم بشه چه نشه، من هیچ وقت محرمتون نمیشم، حتی اسمی، هیچ وقت. من اونقدر سنی ندارم زنده داشت که بگم تجربه فلان چیزو میگه، ولی انقدر میدونم توی دنیا هیچ وقت همیشگی وجود نداره. الو میکایل بالا سرمونه، داره کلانتری میسازه. محمودی، مجوز استفاده از ساختمون رو تا پایان عملیات گرفتی؟ بله رئیس. ممنون. جواب سوا، مجوز صادر شده، بچه ها تاشونه. اون تابلو هم بیاری. احترام پرچم جمهوری اسلامی ایران، یگان خبر دار. همون 60 کیلومتر خوش میگذره. میشناسمه؟ دارم حال احوال میکنم، این که دیگه شناختن نمیخواد. میخواد
بیاده شد دیگه. جناب سرمی، ببین من از قطار پیاده شدم، رفتم مسافر خونه، ساکم رو گذاشتم. اولا که سرگرد، پول در نهی برده بسر. باش، گوشت رو هم بده، گوشت رو هم بده. ببین عمو جون، پول در آوردن راه داره. باز تلاش کرد، درس خون، عرق ریخ، کار کرد و پول در آورد. نمیگم راه میون بر نداره، چرا؟ راه میون برم داره. خودت همین که گفتی تو 60 کیلومتر کاروان قاچاق سکه است و این حرفا، این راه میون بر پول در آوردن. ولی چی؟ این راه میون بر تون داره. ها؟ باز تونوشو داد. تونوش الا چیه؟ جام سوار اتحادی. تشریف بیار. این دعاشمون رو ببر نشون بده اونایی که تو 60 کیلومتر راه میون بر انتخاب کردن الان کجا. برای یه گشت توریستی براش بذار. برو. جناب سرگرد، درزم عملیات دیشب مثل توپ تو شهر زده کرد. تبریک میگم. تبریک بهشون بگم. پسر محمد رضا اومده. عرضه که محمد رضا قنات دیگه. هر 20 سال از آخون شکایت داره. ولی میگه تا تو نباشی شکایتش رو تنظیم نمی‌کنه. سال خیلیه نه؟ تو تموم این 20 سال هیچ وقت دنباله نبودم که بهم سلام کنی، ولی توقع داشتم جواب سلام همو بدی. سلام. علیک سلام. چی شده؟ آقا خان پاشو گذاشته بیخ خیر ناموسم. آقا خانه تو یه وقت ناراحت نشی داری راجبش حرف میزنی؟ میکایل من پناه آوردم به تیکه بارم نکن. وقتی زیر مشت و لگد آدمای آخان بودن که میگفتن میکشیمت یا باس از این شهر بری یا زنتو طلاق بدی، تو دلم میگفتم زرشک، میرم پیش میکایل تا دمور از روزگارتون دراره. همونطور که دیشب تا حالا اوباش کشون را انداختی، پس حقم نیست گوش کنایه بارم نکن. آره تو همه این سالا از ترس آقاخان غلاف بودم، ولی از وقتی فهمیدم اوباش کشون را انداختی بال درآوردم. فهمیدم که بله پوزه اوباشم میشه به خاک مالون. اه تازه فهمیدی؟ چطور موقعی که پلیس تمام قد من جلوی قاضی واشتادم گفتم پسر آقا خان قاتله، نفهمیدی که آقا خان همیشه پوزشو به خاک مالی؟ چطور موقعی که پلیس صبح تا شب داد میزد که آقا خان لولو خورخوره نیست، اگرم باشه پلیس میکنتش تو تونل وحشت و شهربازی، نفهمیدی که پوزه اوباش هم میشه به خاک مالی؟ تازه فهمیدی؟ عیب داره دیر فهمیدم. عیب؟ عیبش اینه که رسول مرد، غفار مرد، بچه همسایه من بودی تو آتیش کباب شد، دایی عبدالله مرد، جناب سرنگ دشتی نه، ولش کن، عیب نداره. چی شده؟ وقتی غلام زنشو طلاق داد من گرفتمش. میدونم. بچه دار شدیم. میدونم. حالا هم چسبیده به اینکه کست شهنشه، من و زن و بچه هم تو 60 کیلومتر داریم زندگی میکنیم. نگفتی میدونی؟ برای که نمیدونم. آقا خان مدرک. آدمای آقا خان زدنم مدرک. اه؟ حالا که به ما رسید وارسید، حالا میگی مدرک؟ تو معروف بودی به این؟ معروف بودم، الان میگم مدرک ندارم. پس منم دستم کوتاهه. نه تو از خواستگاری که از آب جیم کردی آقام گفت نه ناراحتی. خواستگاری؟ خواهرم، کتمان میکنی؟ نه، کتمان نمیکنم،
ولی اون خواستگاری به جریان نیفتاد، خورد به مرگ چرا رسول. چرا به جریان افتاد؟ یعنی دایید به جریان انداخت. زن رسول هم میدونست. حالا تو اومدی سنگ خواستگاری که شد یا نشد به سینه بزنی؟ من خواهرم رو دستم نمونده که بخوام سنگشو به سینه بزنم. اون صبح داشتم نشسته کنج اون خونه و میگه خونه بخت فقط میکاییل. برو سر اصل مطلب. اصل مطلب؟ اصل مطلب اینه که آقام به عبدالله خان گفت نه، چون میدونست تو یه پلیسی تو 60 کیلومتر. همین. الان هم ترسش ریخته. یعنی ترس هر دومون ریخته. کمیم؟ نه، کم نیستیم. از سرمونم زیاده. قیافه هاشون یادت مونده؟ مونده. پس میگیرمشون. از اونا میتونی با آقا خان برسی. پس باید تا تهش وایسی. هستم. شکایت رو تنظیم کن. زن رسول میخواد مغازه آقامو اجاره کنه و راه بندازه. منتها از رشید میترسه. اگه قضیه فامیلی شما و رشید وسط باشه پشت آقامو خالی میکنی؟ نه، خالی نمیکنم. میکائیل، یادت من و تو رسول چقدر به شیرینی های مغازه آقام با تک میزدیم؟ آخر سر همه کاسکوزه هم سر رشید بدبخت میشکست. چی بچه که نمیشه؟ هیچکی هم رفیق قدیمی نمیشه. شوهرم اینجاست. میلاد؟ بله. بفرمایید. ببرش چهره‌نگاری اوباشی که زدنش شناسایی کنه. اون دو نفری که تو قایق گرفتیم اعتراف نکردن. ولی تاشو در آوردیم جپسکی اصلا مال اونا نیست. اونی که اجاره داده میگه به رشید اجاره دادم. رشیدو بیارم؟ بیارش. رئیس خواهرتون اومده بود. خواهرم؟ گفت اومده شما رو ببینه. ولی تهش اومده بود که از زیر زبون اون یه چیزایی بکشه. چیا بکشه؟ نمیدونم. ولی فکر میکنم رشید فرستاده بودش. رشید پیداش کن. به نیروهامون بگو اسباب کشی میکنیم. به کجا؟ به بالای سر لونه مار. میگم جناب سلمان، تهرون هم مسافر کشی درآمد خیلی خوبی داره ها. جون بچت بگو بذار اینا ما بریم. به اینا بگو ایسکار را هم سر راه خونه خواهدم اینست بیاریم برسونمت. میگم پس یه محبت بکن به دم مسافر خونه یه دقیقه وایستا من این ساک همون بردارم برم. تو شابه نمیخواد؟ نوکرت هم من زنده بشی. Thank you.
بله. میتونم بیام تو؟ بفرمایید. امروز خیلی دعوت کردم. نداداش. خواهر کوچکتری که برام مادری کرده دوامم کنه ایبی نداره. تو عکسی از پدر مادرمون داری؟ جنس. تو اینو داشتی و من نمیدونستم؟ دختر پاگیرت میشه. از این مردا که عادت دارن بگن دختره و زنه خوشم نمیاد. مادری کردی برامو و خزم خوشت نمیاد. این عکسو میدی به من؟ جون بخوام. جون نمیخوام، حلالیت میخوام. از یاس بعدی برنمیاد که کسی بخواد حلالش کنه. رسولو حلال کن. هر آدمی امکان داره بترسه، نه؟ هیچ زنی دوست نداره شوهرش بترسه. تو هم دوست نداری. این همه سال بهت نگفتم که نفهمی شوهرت یه بار ترسیده. تا کجا میدونی یه بار ترسیده؟ شاید بارها و بارها ترسیده، ولی ترسش بابت تو هزینش سنگین بوده برات. دوست دارم در خونه خودم و خودم باز کن. حلال؟ حلال کردن دل گنده میخواد آبجی، که من ندارم. میکائیله، هرچی بهش گفتم نیا گوش نکرد. فهمیده برای چی رفته بودم که الان تری الان پیگیرش شده. خب برای چی رفته بودی؟ سلام. سلام. تو سالن راهن دیدمت. ولی تو اومدم بیام جلو. منم دیدمت. جدا؟ تو چرا نمیلی جلو؟ یا گرفتم اون سوالا رو جواب ندادم. خارج تو ترس رو گفت میکایی پشت داره. از چی میترسه؟ یاد گرفتم همه سوالا رو جواب ندادم. خارج تو. رسول فکر میگه کلام پیشت پشت بره که گفت ازت حلالیت بگیرم. از چی حلالیت بگیری؟ نمیدونم. گفت خود رامین میدونه. چیزی بینمون نبوده که حلالیت لازم داشته باشه. شوخی کردم. رسول آدم شوخی نبود. ولی وقتی فهمیدم رسولو بی جون و بی خون تو بیابون ولش کردی و رفتی، از رفاقت های علکی اوقم گرفت. رسولو ول کردی چون یه روز روزگاری اون منو ول کرده و شدم یه دستی. رسول تو رو؟ تو هم رسولو. خواهرم بیوه شد، بچهش بی بدر، عبدالله سکته که. برای چی؟ نکن پسر جون، من یادم نمیاد که به تو بدی کرده باشم. اینجوری دل مردمو نشکن پسر. یه بار خواستم زن بگیرم اون مرد شما پسر جونی در بیام، اونم کجا؟ تو دل غربت. یه هم وطن بود، بهم گفت نه. گفتم چرا؟ به دست نداشتم نگاه کرد. اگه به دست نداشتم نگاه نمیکرد الان مرد بودم، نه پسر جون. با رسول دستتو طلب داری؟ آره؟
آره؟ آره دستشو طلب داره. سلام. سلام. رشید به اندازه کافی برای مهری کابوس شده و میترسوندش. شما دیگه نترسونش. من غلط بکنم بترسونمش. من اومدم چند تا سوال فقط ازش دارم. نمیخواد جواب بده. باید جواب بده. چون قانون ازش سوال داره. حالا بعدش یه احضاریه میاد. باید بیاد و جواب بده. درباره رشید. میکایل اومده بالا سرمون؟ آره. باید اینجا رو خالی کنیم. حالی همه اینجا رو زیر نظر دارن. میدونن اینجا های خبرهایی هست. ولی دقیقا کجا رو نمیدونن. تا بهم نرسیدن باید برم. خارج کردن همه اینا اینجا سخته. میکایل بالا سرمونه. اینا که همه نیست. اون هم رو نگاه کن. یک، دو، سه، تا سقف پر سوخته. گازوئیل. ولی واسه مهم نیست. اونه که مهمه. هر کی توی این منطقه بیرون میره و میاد گشته بازرسی گذاشتن و میدونم. جلوی موتور منم گرفتن منم گشتن. در رفت واسه اینو مشتری دارم میفروشم میزنم به چاک. نمیتونه اینجا خارجش کنی. میتونم. مشتریشم جوره. مانم فقط فکر خیال زنداداشم و بچهش. بدون اونا نمیتونم برم. مری هر جا باشم اشاره کنم میاد. اما حریف زنداداشم نیستم. جنس ها مال آقا خانه. میدونی دور زدن آقا خان یعنی چی؟ آقا خان یعنی من غلام. دور زدنش بی آتش بازی نیست. ولی شدنی. اما زنده داشتم آتش ماتیش سرش نمیشه. بچه که سرش میشه. ها؟ شیار که با هم باشه تو جهنم هم با منو مهری میاد. خشایار رو برام بدوز. بی نیازت میکنم از مال دنیا غلام. خیانت به آخر درست مثل اینه که خودت با دست خودت یک کاسه زندگی تو دستگیر کردن شوهر منه؟ بچه رسول رو دزدیدم. خشایار؟ خشایار بند نگذره با. اگه رشید اعدام بشه من از چشم تو میبینم داداش.